شرط خیلی جالبی نیست برای آقای هانتر بایدن این روزها، اینطور نیست؟ کاملا همینطور است، به خاطر اینکه حضور هانتر بایدن برای خود آقای جو بایدن و دموکرات‌ها یک جور سمی هست. هر جوری نزدیک شدن به هانتر بایدن میتونه که برای افراد هزینه سیاسی داشته باشه. پدر هانتر بایدن، جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا نمیتونه به هیچ عنوان ازش حمایت بکنه، نمیتونه اظهار نظر کنه در خصوص پرونده قضاییش، هر چقدر فشار میارن روی به حال این پرونده و تلاش میکنن که به حال اتهامات مختلفی رو بهش متوجهش بکنن، نه دموکرات‌ها و نه جو بایدن میتونن که اظهار نظر بکنن و اگر که بخوان که صحبتی بکنن ممکن استش که یک جوری به این متهم بشن که دارن دخالت میکنن در روند رسیدگی به پروندهش و استفاده از ناطق زیردستشون هست. برای من از این جهت اونها رو همراه خودش داده، دموکرات‌ها هم ازش حمایت نمیکنن و از این جهت حضورش در جلسه دادگاه دیروز به نظر من مسئله جالبی بود، به خاطر اینکه قرار در طی یک ماه گذشته کنگره آمریکا، مجلس نمایندگان آمریکا ازش میخواد که بره در یک جلسه خصوصی در واقع شهادت بده، صحبت بکنه و هانتر بایدن از این مسئله تفره میره و میگه که من به صورت پشت درهای بسته شهادت نخواهم داد، اگر از من میخواد که شهادت بگیرین من این شهادت رو در جلسه عمومی با حضور رسانه ها با حضور دوربین ها این شهادت خواهم داد. نگرانش هم این هستش که به هر حال بره در جلسه خصوصی و اون موقع جمهوری خواهان که اکثریت دارن و اون کمیته نظارت رو میگردونن بیان یک بخش هایی از شهادت رو استفاده بکنن و به حال ازش استفاده سیاسی بخوام بکنن که با این مسئله مخالفت کرده. در جوابش هم مجلس نمایندگان، کسانی که کمیته رو میگردونن و جمهوری هستن، گفتن که تو به عنوان یک متهم نمیتونی که تعیین تکلیف بکنی که چجوری باید این شهادت انجام شه، چه حالا حضوری هست، چه به صورت عمومی هست، چه به صورت خصوصی. مشکلاتش هم یکی دوتا نیست، اگر موضوع فقط کنگره بود حالا میتونست بهانه سیاسی کاری جمهوری خان رو بیشتر مطرح بکنه، ولی پرونده های قضایی هم همچنان داره در دادگاه. همینطور است، یعنی خیلی بعید به نظر میرسه که هانتر بایدن بتونه از این پرونده ها بدون اینکه با محکومیت مواجه بشه عبور بکنه. هم پرونده های مالیاتیش هستش، هم مسئله اون معامله هایی هستش که در زمانی که به هر حال پدرش معاون ریاست جمهوری بوده داشته با کشورهای مثل اوکراین، با کشور چین، به هر حال با توجه به که فصل سیاسی آمریکا هست، مبارزات انتخاباتی آمریکا، تمام نور افکن ها در واقع روی موضوع زندگی هانتر بایدن هست، تبادلات تجاری داشته، درآمدی که کسب کرد در طی سال گذشته و میخوام اینو کشف بکنن که آیا به خاطر اینکه پسر معاون رئیس جمهور آمریکا بوده، آیا از دسترسیش به هیئت حاکمه آمریکا به سیاست در آمریکا استفاده کرده برای اینکه منافع مالی به دست بیاره، و آیا بایدن از این مسائل از این موضوع خبر داشته، و اینا خود هانتر بایدن که از نظر تخصص و از نظر دانش و اینا در حدی نیست که بخواد که مثلا در هیئت مدیره شرکت‌های چند ملیتی باشه. از این جهت به نظر من خب در یک موقعیت بسیار دشواری هست و خیلی بعید هستش که این پرونده به یک محکومیتی ختم نشه. ممنونم از شما، امید معماریان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از دیترویت میشیگان.